أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زين منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وترا فكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله بالذين خلوا من قبل فكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء حليما. قبل از ورود بحث تفسیری چند نکته درباره این حوادث اخیر مطرح میشه لازم است. این حادثه تلخ نبش قبر این صحابی بزرگوار حجر بن عدی این یه آثار مشعوبی دارد که نعقل او را میپذیرد، یعنی نعقل این آیون اهل سنت باید توجه کنند که اگر امیر المؤمنین و اهل بیت مخصوصا جریان کربلای سالار شهیدان علیهم السلام نبود، نه تشیع بود و نه تسنع. این آیون سنی ها حیاتشون رو الان باید از برکت اهل بیت داشته باشند. چرا؟ برای اینکه بعد اینکه معاویه روی کار آمد با اون دسیسه هایی که داشت کلن خلافت اسلامی را به سلطنت تبدیل کرد. اگر تا اون روز می گفتن السلام علیک یا خلیفت رسول الله، از اون به بعد شد السلام علیک ایها الملک، یعنی تو خواست خلافت را به سلطنت تبدیل بکنی و کردی. خود ما بیان گفت من کاری به نماز و روزه تو ندارم و مسائل سیاسی مرتبطم باید تابع ما باشه. این کار معاویه. بعد از جریان تاریخی کربلای سالار شهیدان علیه السلام و آوردن اهل بیت به اون سرهای مطهر و گذاشتن سر سالار شهیدان در تشت در مجلس رسمی یزید، او اون شعر معروف یکی از ادبای عرب را خوند، برخی از اشعار خود را هم زمیمه او کرد، گفت اگر این صحنه را نیاکان من می دیدن لأهلو وستهلو فرها ثم قالو یا یزیدو لا تشر لعب الهاشمو للملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر. این حرف با تشیع درگیر نیست، این حرف با اسلام درگیر است. میگوید و آذالله پیامبر بازی کرد وحی نبود، دینی نبود و سالار شهیدان با اون خون این فکر را از بین برد و دین را زنده کرد. اون خطبه های نورانی امام سجاد سلام الله علیه
اون سخنرانی زینب کبرا عقیده بنی هاشم سلام الله علیها، اون وضع خاص اهل بیت علیهم السلام، اسلام را زنده کرد. مطمئن باشید که اموی اینطور نبود که با اهل بیت مخالف بودن، اینا با پیغمبر مخالف بودن. به وجود مبارک سالار شهیدان سلام الله علیه آمده قرآن را زنده کرده، قدیر را زنده کرده. اهل سنت در سایه قدیر صحیفهشون را هم نگه داشتن. بنابراین اگه تحلیل تاریخی بشه، حق شناسی بشه، اونا در کنار سفره کربلا نشستن. اینطور نبود که حالا یزید با قدیر مخالف باشه، با صحیفه موافق باشه، وگرنه نمی گفت معاذالله پیامبر بازی کرد، وحی در کار نیست. اینکه به صراحت گفت لعب الهاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، این با اسلام مخالف بود. اون شرب خمر علنی در حضور همه مسئولان عالی رتبه اموی نشون بده این با دین کاری نداره، دین رو گذاشته کنار. خب پس بنابراین دستگاه اموی به دنبالش مروانی، اینا با اسلام مخالف بودن نه با تشیع. از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سوال کردن که در این صحنه پیکار کی پیروز شد؟ اون ما ازا عرد تن تعرف من غلب فا ازا دخل وقت و صلاح فا از جن و اقیم. اگر برد بخواد روشن بشه کی در این صحنه پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی را ما زنده کردی. خب در اذان اقامه نام پیامبر است و خدا هست و مبدا و معاد است و نماز است و فلاح و صلاح. هم ما رفتیم این نام را زنده کردیم، برگشت ما پیروز شدیم. پس معلوم میشه اینها برای احیای اسلام رفتن و شهید دادند و اسیر شدند، و یزید هم برای محو اسلام تلاش و کوشش کرده بود. منتها اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حقیقت قرآن را و حقیقت اطرس را در سایه قدیر میدانستند. اونا هم به برکت قدیر در سایه قدیر صحیفه خودشون را حفظ کردند. بنابراین اگر کربلا نبود و اهل بیت نبودن و اصحاب از تعمیر نبود، اثر از دین نبود. همه اهل سنت در کنار سفره کربلا نشستن. اینا حیثیتشون، شرفشون، دینشون به اهل بیت وابسته است. کدام یکی از اینها در برابر حکومت اموی ایستادن گفتن این حرفی که تو میزنی لعب الهاشم بالملک این کفر است؟ و اگر حکومت و خلافت الهی به سلطنت تبدیل شد و ادامه پیدا میکرد، کی میتوانست دوباره اسلام را احیا کند؟ پس بقای تسنن و برکت همون ولایت اهل بیت است. اینا دینشون را در سایه کربلا دارن، شرفشون را در سایه اصحاب ابی عبدالله دارن. این مال گذشته ما که اصل ماست. و در جریان بیداری خاورمیانه هم همینطور است. الان هم اینا مدیون مکتب اهل بیت هم. امام قیام کرد، مراجع دستور دادن، حوزه ها قیام کردن، پیروان اهل بیت قیام کردن، کربلا کربلا قیام کرد و این صدا در آمد. ایران را به ثمر نهایی رسوند، انقلابش رو به نظام اسلامی مستقر کرد. بعد از یه مدت خاورمیانه بیدار شد. بیداری خاورمیانه محصول کربلاست. اینا الان شرفشون را، حریتشون را، آزادیشون را به برکت اهل بیت دارن. شما دیدید در جریان بختیار که او راه پیمایی عنوان حمایت از قانون اساسی را اندازی کرد، غالب اونها ساواکی ها بودن و ارتشی ها بودن و مزدوران اون روز. اینا با یه نظم نظامی کلی خیابان رو پر کردن، خیال کردن با راه پیمایی قانون اساسی حامی سلطنت تثبیت می شود. 4 راه پیمایی در ظرف 2 انجام شد، کار رو یک سره کرد. اون راه پیمایی تاسوعا، عاشورا، اربعین، 28 صفر، این 4 راه پیمایی ملیونی بود.
شهر و روستای ایران حرکت کردن. اونا دیدن کل ایران را مرد بر شاه گرفته. خب ما در کنار سفره اهل بیتیم، شرف ما، حیثیت ما، عزت ما، آبروی ما اینه. این چهار تا رهبریم کار رو یک سره کرد، همه اینا قرار کردن. ما دیگه جنگ مسلحانه نداشتیم، کسی رو ترور نمی کردن، کسی رو نمی کشتن، جارمون وزیر نمی کردن. همین انفجار نور به تعبیر امام رضوان الله علیه کار رو یک سره کرد. شما که بیگانه نیستید، خودتونم تون راهپیمایی حضور داشتید. راهپیمایی که کل ایران را حرکت بدهد همین چارتا بود. بنابراین انقلاب اسلامی در خود ایران و برکت اهل بیت و کربلا بود. همین بیداری خاورمیانه را بیدار کرد. خب الان هم حیثیتتون، شرفتون، آزادیتون به وسیله اهل بیت است. اگر آمریکا امروز به دست شما سلاح داد، فردا شما را دفن میکنند. مگر بن لادن را او ترویج نکرد؟ مگر به دست او سلاح نداد؟ مگر او را دریا نریخت؟ این القاعده هم همینطوره، این طالبان هم همینطوره، این سلفی ها هم همینطوره، این تکفیر ها هم همینطوره. یقدر به عقل بیان. الان مراجع ما، رهبر ما، مسئولان ما، بزرگان ما و همه ما بالاخره از تأسف می‌کنیم از جریان حجر امثال حجر و هیچ کدام اجازه نمی‌دهند که برادران پیرو به قرآن و اعتراض دست به سلاح ببرند. خاصه اونا هم همینه، ولی بالاخره یه عقلی، یه درایتی، یه شرفی، یه کرامتی هم در انسان وجود دارد. دیروزتون که مدیون اهل بیت بود، امروزتون هم که مدیون اهل بیت است. وگرنه شما خواب بودید، خفته را خفته کی کند بیدار؟ یمن بیدارتون کرده یا عربستان؟ مصر بیدارتون کرده یا تونس؟ قطر بیدارتون کرده یا بحرین؟ همه که خواب بودند. این ایران به پا خواسته بیدار شما رو بیدار کرد. پس شرف دیروزتون مال کربلا، شرف امروزتون مال کربلا. دیگه چرا شما با این کار مخالفی؟ این که عرض بکنیم شرف کربلا، شما عزیزان خودتون حضور داشتید، برای زن و بچه‌تون بگید، برای دبستانی ها دبستانی ها بگید، بگید ما دیدیم 50 تا پرچم بود ولی یه دونه پرچم سرنگ نبود، همه یا زهرا یا حسین یا ابوالفضل یا زهرا یا ابوالفضل، مگر نبود؟ یک حسابی هم هست، یک شرفی هم هست، یک کرامتی هست، یک غیرتی هم هست. ما تو کنار اینا نشستیم و او خاکریز اول دوم هم شما دید اینا برای بچه هاتون بگید، بگید یعنی بگید این نواری که میذاشتن تو خاکریز اول، تو خاکریز دوم، کربلا کربلا یا حسین یا حسین، دیگه مرز پرگوهر نبود. این دینی که به ما میگه کشورتون رو حفظ بکنی، این دینی که ما میگه معدنتون رو حفظ بکنی، این دینی که ما میگه یه وجب خاک رو نذارید بیگانه بگیره، این دینی که ما میگه مملکتتون رو باید حفظ بکنی، شما اصل رعایت کنی. خب پس بنابراین وظیفه همه ما اینه که برای بچه هامون بگیم که اگر 50 تا پرچم بود یه دونش سرنگ نبود، همش یا زهرا یا حسین یا ابوالفضل. یا اگر نوار هم بود که برای تقویت این عزیزان میذاشتن، آهنگش یا حسین یا حسین کربلا کربلا بود. همین بیداری اسلامی ایران خاورمیانه را بیدار کرده. این سلفی ها، این تکفیری ها، این طالبه ها، اینا یه مقداری به هوش بیان. این کار برخلاف عقل است، برای ریشه خودشون را خوش کردن است. این قبر دوباره ساخته میشه، مثل قبر مطهر عسکریان رو با جلال شکوه ساختن، چندی بار خراب بکنن باز مردم بیسازن. اینا ماندگارن، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین. اینا مشکل خودتونه، نه اینکه برای کسی مشکل خلق کنید، ولی به فکر شرف و حیثیت خودتونم باشید. بنابراین امیدواریم که اینا که دست به سلاحن عاقلانه فکر بکنن، بدونن که اینها را مسلح کرده. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد، در جریان جنگ جمل که پرچم جنگ رو به دست پسرش ابن عنفیه داد، فرمود ارمه به بسرکه افسر با تو تقریبا دورترین منطقه اسلامی را ببین و با سرباز روبروت به جنگ، همه برای جنگ تو نیامدن، مبادا بترسی، اگه جمعی زیادن ما که برای تو نیامدن،
هر کسی یک رقیبی دارد، تو با این سرباز روبرو هستی، ولی مواظب باش که پیام نحس از حنجره دورترین نقطه یعنی شام میرسد. وگرنه اینها را کسی تحریش نکرده مگر همون شامی ها. ارم به بسرکه اقسل قوم. امروز هم به طالبان، به سلفی ها، به تکفیری ها، به القاعده، همه اینها همون بیان نورانی از امیر علیه السلام گفته می شود که ارم به ابصارکم اقسل قوم. ببینید این صدای نحس از کجا در آمده، کی شما را تحریک کرده. وگرنه با برادران شیعه و سنی تو کشورامون سالیان متمادی با هم برادران زندگی میکردیم. نه ما انفجار سیستان و بلوچستان داشتیم، نه انفجار عراق داشتیم، نه انفجار پاکستان و بنگلادش و افغانستان رو داشتیم. بالاخره یه روزی هم شما رو میزن دریا مثل بن لادن. حواستون جمع باشه. پس دو تا کار رو نباید بکنن. یکی تحلیل تاریخی که شرف دیروز و امروز شما مال اهل بیت. یکم ارمو و بس ابصارکم اقسل قوم که کی اینها رو مسلح کرده و پایان کارشون جز مثل بن لادن چیز دیگه نیست، که امیدوارم انشاءالله عاقلانه فکر کنن. اما آیه محل بس که آیه 37 می سوره مبارکه احزاب است، بعضی از کارهاست که با گفتن حل نمیشه. یه سنت قدیمی دیرپای ریشه‌داری بود که پسر خونده را پسر می دونستن. و اسلام که دایی قداست داشت، اگر چنون که اجازه میداد که کسی با همسر پسر خوندش بعد از طلاق ازدواج کند، این رو بر نمیتافتن. با موعظه و سخنرانی و بیان حکم حل نمیشد. در اینجا ذات اقدس اله فرمود یه حادثه سنگینیست که با اون کار بساط جاهلیت برچیده می شود در قسمت ازدواج و اون با گفتن حل نمی شود. من به شمای پیغمبر گفتم که این مطلب را بگویی که همسر پسر خونده بعد از طلاق برای خود شخص حلال است، می تواند با ازدواج کند، ولی شما برای اینکه پاسدار اسلام باشید و می ترسید که اونها قبول نکنند، این را نمیخواید علنی کنید، از مردم برای حفظ اسلام میترسید، ولی ما خودمون این را ظاهر میکنیم. این هیچ ارتباطی ندارد با اون حرف مجعول که معاذ الله زید آمده به حضر پیغمبر برای طلاق دادن، حضرت فرمود امسک علیک زوجه که همسرت داشته باش طلاق نده. خب گاهی میبینید در اثر ناسازگاری اونم یک در هزاران گاهی هم که اتفاق میفته، برخلاف عادت کردنهای بد و زندگی پرتوقع دو جانبه که مستلزم پیدایش خطر طلاق است. برخی ها حالا از کجا جعل کردن این رو، گفتن به این که حضرت اون زن را دید مثلا معاذ الله به او علاقه پیدا کرد و این علاقه را در دل خود نگه داشت و چون امره جمیلی و غریزیش عیب ندارد. خب این در اثر نشناختن نبوت و وحی رسالت است، نشناختن مقام عصمت است، دوری از قرآن کریم است. قرآن درباره هر امری اول یه سد سازی کرده که جای نش نکنه، بعد آب را روانه کرده. درباره توحید محکمترین سد دیگه ساختم و لیسه کمثله شی. این لیسه کمثله شی از محکمترین محکمات قرآن در بحث توحید است که اگر اوصافی برای خدا هست، افعالی برای خدا هست، مبادا اوصاف و افعال خدا را شبیه اوصاف و افعال دیگران بدانید. لیسه کمثله شی، این نکره در سیاق نفی که مبادا فکر توحیدیتون مشوب بشه. درباره نبوت هم صد سازی کرده. این سوره قلم جزء عتایق سور است. این در اوائل در مکه نازل شده با سوگند، با جمله اسمیه، با تأکید انک لعلی خلق عظیم. این در اوائل نازل شد. خب با بوده یه همچین محکمی از محکمات مسئله نبوت، کسی بیاد یه خبر جعلی رو گوش بده که مثلا حضرت معاذ الله به زن شوهردار نگاه کرد و دل بست، خب این خیلی از قرآن دور بودن است. ما عظیم داریم که قبلا بحثش گذشت، یک طویل و عریض و عمیق هم داریم. اگر یه چیز رو بگن طولش زیاده میگن طویل، میگن عرضش زیاده میگن عریضه.
اگر عمق یا قدرش زیاد باشه میگن عمیق، اما همه جهات و جوانبش زیاد باشه میگن عظیمه. فهمت تو از هر جهت با عظمت و جلالتی، با جمله اسمیه، با سوگند قبلی. خب وقتی ذات اقدس اله روی عظمت خلق پیغمبر اینجور تأکید دارد، اومد انسان بیاد یه خبر جعلی رو تو تفسیرش ذکر بکند، بگه معاذ الله پیامبر او رو دیده، علاقه پیدا کرده، منتها نمیتونست اظهار کنه، نم زن شوهردار. میبینید دوری از قرآن این حرفا را میاره. شما میبینید اگر قرآن در حوزه ها رسمی بود بسیاری از علوم زنده میشود. خب شده فحول ما مرحوم آخوند خراسانیست، در عظمت علمی او کسی تردید ندارد. خب این در فقه و اصول فهل است، اما مسئله جبر و تفویض جز مسائل میانی فلسفی و کلامی است، اوج مسائل فلسفی نیست. این همین دو قدم که مسئله جبر و تفویض رسید فورا میگه قلم اینجا رسید سر بشکست. خب اگر مسئله تفسیر در حوزه ها رواج میداشت، بسیاری از آیات مشعر به جبر و تفویض، امر بین الامرین، ایناست. بالاتر از جبر و تفویض قضا و قدر است، بالاتر از قضا و قدر لوح و عرش و قلم و کرسی است، بالاتر از اینها واحدیت و احدیت است. اگر تفسیر زنده می شد، فلسفه زنده می شد، کلام زنده می شد، تاریخ زنده می شد، جغرافیا زنده می شد، اقتصاد زنده می شد، مسئله جبر و تفویض زنده می شد. چون ممکن است طلبه های فاضل پای درس بشینن یوزل و من یشار یهدی من یشار سوال نکنن که آیا این جبر است، تفویض است، و کمک روایات این را حل نکنن، این نمیشه. قضا و قدر همینطوره. در اثر انزوای قرآن کریم فقه هم به انزوا رفته. شما تا این سالهای اخیر دیدید خیلی ها جهاد را بحث نمی کردن، امر معروف را بحث نمی کردن. این عروه مرحوم اسم هم کازم فاقد بحث جهاد و امر معروفه، فاقد مسئله انفاله، ریشه اقتصاد مملکت رو انفاله. این معدن های بزرگ نفت و گاز اینا که معدن نیست که به خمس تعلق بگیره، که شما بگید خمس به اینا تعلق نمیگیره، خیلی اینا انفاله. خب بگید بالاخره به دست کی باید برسه؟ این مال امام باید چگونه صرف به امام بشه؟ آیا این انفال که مال امام است به خمس بهش تعلق نمیگیره، ملک شخصی نداره، آیا به حوزه ها میرسه یا نمیرسه؟ در شؤون امامت با صرف بشه یا نشه؟ ثروت مملکت ایناست، هیچ از بحث نیست. که اورول که محور فتوای حوزه های علمی نجف و قوم و جاهای دیگه بود، اصلا مسئله انفال نداره، مسئله جهاد نداره، امر معروف نداره، این دیگه فقه پویا نیست. یا برخی از فقهای ما رضوان الله علیهم دین خطر در کار است، گفتن حدود در زمان غیبت جاری نمیشه. خب در زمان غیبت حکم رهاست؟ یا قانون ژاپن و ژنو و سازمان بین‌المللی باید اجرا بشه، چی باید بشه؟ برخی ها حتی از متأخرین که حدود الهی در زمان غیبت جاری نمیشه، بالاخره جلوی فساد باید گرفت یا نگرفت؟ نماز جمعه در زمان غیبت حرام. خب اون شکوه و جلالی که نماز جمعه داره که نمازهای دیگه نداره. که وقتی امام رضوان الله علیه با مراجع و مردم قیام کرد، این خیمه خابیده را بلند کرد، مردم دیدن که این همشی داره، هم امر معروف داره، هم نهی از منکر داره، هم جهاد داره، هم نماز جمعه داره، هم انفال داره، همه چی داره، همه چیز بود و خوابیده بود. الان شما میرید اونجایی که انقلاب کردن، بخوان مردم سراسر کشورشون رو هفته یک روز جمع کنن، هیچ راهی ندارن. ممکن است سال یکی دو بار بتونن جمع بکنن با تلاش و کوشش، اما مردم رو در هر هفته یه جایی بخوان جمع بکنن، هیچ راهی ندارن. اما نماز جمعه یه چیزیست که دستور رسمی دینه. خب این رکاب به حرمتش داده بودن. خب اگر حدود در زمان غیبت جاری نشه، نماز جمعه در زمان غیبت جاری نشه، سخن از انفال که ببین نمیاد، سخن از جهاد که ببین نمیاد، سخن از امر معروف که ببین نمیاد، یه فقه منزویه. وقتی قرآن متروک باشه، همون علوم عقلی متروک است، هم بسیار از ابواب فقهی متروک است، منتظرن حضرت ظهور کنند. اگر واقعا مسئله نکل علی خلق عظیم روشن میشد که اینجور محکمات نبوت است، مگر ذات اقدس اله اینجور با عظمت برای
حیثیت خلقی انسانی سرمایه گذاری میکنند، اونم در اوائل نزول آیات در مکه، که این سوره قلم جز عطائق از سوره مکی است. خب ما با داشتن لیس کمثله شی در بحثای توحیدی که لنگ نیستیم، ما با داشتن مسئله انک لعلا خلق عظیم در مسئله وحی و نبوت که منتظر نیستیم ببینیم پر اون خبر جعلی چه میگوید. خب اگر چون که دست انسان به وسیله برکت قرآن کریم باز باشه دیگه این حرفا گوش نمیده. از طرف دیگه خدا فرمود به اینکه تو در دلت یه چیزی داری که اظهار نمی کنی، ما او رو اظهار میکنیم. خب کجا اظهار کرد که تو مثلا معاذالله دل بسته بونزن بودی؟ اما اونی که خدا اظهار کرد فرمود به اینکه وقتی که اون شخص نصیحت شما رو گوش نداد، بالاخره نتوانستن با هماهنگی یک دیگه زندگی کنن، زید همسر خودش طلاق داد، اینا کاملا جدا شدن، ما او را به ازدواج تو در آوردیم، ما خواستیم امر اون را روشن کنیم، زوجنا که حال کی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، این رو فقط ما ظاهر بکنیم. خب با ظاهر قرآن اون قصه مخالفه، با امهات قرآن اون قصه مخالفه، که وجود امباره که پیامبر معاذالله اون رو دید و دل بست. این دور بودن از قرآن. شما به فیلسوف بدی با آسونی حل میکنه مثل جبر و تحفیز رو. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رضوان الله علیه بابود اینجا جای قلم فرسایی است، نه جای شکست سر قلم. چرا سر قلم شکست؟ مگر ائمه نفرمودن لا جبر و لا تحفیز بل امر بین الامرین؟ این رو فرمودن یا نفرمودن؟ خب بشین حل کنیم. ضعیفتر از این را لا تنقض الیقین بشک را فرمودن. الان این 50 سال اخیر حداقل 50 جلد کتاب درباره این جمله نوشته شده، لا تنقض الیقین بشک، انقض تو به یقین آخر. بل امر بین الامرین یه مایه قوی میخواد، میگن قلم اینجا که رسی سر بشکست. امام که باشه میگه اینجا جای قلم فرسایی، چرا قلم اینجا شکست؟ ولی وقتی بحثای قرآنی مطرح میشه قدم به قدم سخن از جبر و تحفیظه. یزل من یشا و یهدی من یشا، خب معلوم میشه که هدایت و اضلال دست دیگری است. خب الان خیلی خود رهبری فرمود، مراجع فرمودن، خیلی فرق کردم، رشته تخصصی فلسفه پیدا شد، کلام پیدا شد، تفسیر پیدا شد، حدیث پیدا شد، این رشته تخصصی همه دیگه، قبلا که اصلا اینا نبود که. غرض این است که خب چون اون علم نیست، اینا میگن معاذالله وجود مارک پیامبر اون زن دید، خب این علم ندارد، غریزه بشری است همین. خب این نکله علی خلق عظیم پس چی شد؟ ما در هر موردی تو امامت محکمات داریم، تو نبوت محکمات داریم، تو معاد محکمات داریم، تو توحید محکمات داریم، تو وحی محکمات داریم. اگر یه بحثی، یه روایتی، یه آیه ظاهرش با عصمت و جلال و عظمت اونها موافق نبود، خب با توجیه بشه. اون چی اون حرف زده؟ اون اولا تاریخ، نه روایت. بعد خود روایت را فرمودن بر قرآن کریم عرضه کنید، فرمودن به نام ما دروغ جعل میکنن، اما کسی نمیتونه آیه جعل بکنه. و از طرفی هم با خود آیه سازگار نیست. آیه فرمود ما این امر ظاهر میکنیم، اونی که تو اخفا میکنی ما ظاهر میکنیم. خب اونی که اخفا میکنه اگر معاذالله دلبستگی به اون زن باشه، کجا خدا ظاهر کرد؟ اما اونی که ظاهر کرد اینه که میترسی که مبادا حرفت قبول نکنن. ما آمدیم به سراها گفتیم که پسر خونده پسر نیست، اگر همسری خوش طلاق داد اون پدر میتونه نکنه. پشت سر هم میره تأکید کردیم. بعد آیه جداگان نازل شد که پیامبر علیه و آله آلاف و تسلال پدر کسی نیست، پدر بچه ها خودشه. از رجال شما کسی باشه که پسر پیامبر باشه و پیامبر پدر او باشه، ابا احد من رجالکم نیست. الا حسن و حسین علیه السلام یا ابراهیم، اینا نوجوانن یا کودکن حساب دیگه است. ولی مردی از مردهای حجاز، مکه، مدینه و مانند آن که پسر پیغمبر باشه نیست. ابا احد من رجالکم. اما حالا نسا چرا؟ صدیق کبری هست. سبیان چرا؟ حسن و حسین سلام الله علیهم اجمعین هستن.
خب این رو پشت سر هم دارد خدا اظهار میکند، میفرماد به این که این رو ما داریم اظهار بکنیم، ما این کار کردیم. زوجنا که ها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیاهم اذا قضوا منهن وطرا، یعنی وقتی اونا طلاق دادن و کان امر الله مفعول، ما وقتی چیزی اراده کردیم یقینا انجام میگیرد، ما خواستیم انجام بدیم انجام دادیم. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، یعنی که به مردم بگه شما در باره حرم امن نبوت حرف نزنید، این احکام الهی است. ما برای اینکه سنت جاهلی را از بین ببریم هیچ چاره‌ای نبود مگر اینکه با عمل مسئله حل بشه. پیامبر طبق دستور الهی این کار را انجام داده است. سنت الله فی الذین خلو من قبل، سنت الهی درباره انبیاء قبلی اینطور، درباره نبی فیلیپون اینطور. و کار امر الله قدر مقدورا، و بعد فرمود رسول خدا علیه و علیه آله آراغ در سرا و سایر انبیاء این سمت را دارن، اینا در خشیت موحدن. ما نخواستیم بگیم که مثلا پیامبر معاذ الله حراسی از خودش داشت، حراسی اگر بود برای حفظ دین بود، فکر میکرد که مبادا معاذ الله مردم نسبت به دین بدبین بشن. همه انبیاء این طورن، منتها با حفظ مراتب. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. خوف قبلا گذشت که غیر از خشیت است. خب انسان از مار عقرب میترسد خودش کنار میکشه، از سیل و آتش میترسد خودش کنار میکشه، اما خشیت ندارد. خشیت یعنی تأثیر قلبی با اعتقاد به تأثیر. فکفا بالله حسیبا. بعد آیه 40 هم این است که وجود مبارک پیامبر علیه و آله الله و تعالی سنا پدر هیچ کدام از رجال شما نیست، اما پدر نساب و سبیان مثل حسنین علیه السلام هست. الحمدلله رب العالمین.